شاید کمتر از یک سال تفاوت پیدا کرده بودن با آنچه که بودند یک سال قبلش. این هم شاید روی کمکاری روی فرهنگ بوده، روی هرچی که بوده. در این رابطه با شما صحبت بسیار دارم، ولی ازتون درخواست میکنم که به دختر ایرانی، دختر زیبای ایرانی، دختر جوان ایرانی که ایشون هم تازه از ایران اومده و در اروپا است، در سوئد، گوش بدید، ببینید که چی میگه، نظریاتش چیه. گیلدا جان درود بیکران میگم به شما و شب بخیر در اروپا. خوش آمدید به محفل ما تلویزیون ملی ایران و با سایر هموطنان صحبت بفرمایید. درود میفرستم جناب شمیرانی، متشکرم که این فرصت رو به من دادید که بتونم با هموطنهای خودم صحبت کنم. من دو ساله که من خودم شروع میکنم به گفتن، دو ساله که وطن رو ترک کردم و همراه همسرم به سوئد اومدم به منظور تحصیل. تونستم به تازگی فوق لیسانس، رشتم زیاد تو ایران هنوز رایج نیست، مدیریت تربیت شهری رو بگیرم و همین شد که اینجا موندگار شدم، یعنی به همراه همسر موندگار شدیم. خب چه حال و هوایی داشتی وقتی که تازه وارد فرودگاه شدی؟ میتونی احساس تو در فرودگاه بگی؟ حقیقتا موقعی که اومدم به داخل سوئد دیگه حس یه سفر نبود، حس میکردم که اینجا باید زندگی کنم و یه حس غربتی منو گرفته بود که اصلا شاید حالا طبیعت اینجا خیلی زیباست، نه به زیبایی شمال ما، چون من خودمون اهل شمال هستیم، ولی یه غربتی منو گرفته بود که یه جورایی پشیمون شده بودم از اومدن، شاید خیلی حس ما رو داشته باشن. ولی بعد که دیگه وارد آدم دانشگاه میشه و یکم درگیر درس و زندگی که میشه، باز بهتر اینجا رو میبینه. یکی از دلایلی که ما تصمیم گرفتیم اینجا بمونیم این بود که آزادی که اینجا میدیدیم، فکر میکردیم که انگار تو دوران قبل از انقلاب ایران داریم زندگی میکنیم، که البته خالی از حسرت هم نیست، چون که وقتی من یه جا نشستم و دارم جوانای اینجا رو نگاه میکنم، بیشتر حسرت میکشم که جوانای خود ما توی مملکتمون همچین امکانی ندارن که اینقدر آزاد باشن، آزاد صحبت کنن، آزاد راه برن و هر جوری که دوست دارن فکر کنن، هر جوری که دوست دارن حرف بزنن. و شاید بهتون بگم دقایقی برای خودم غرق این افکار میشم که چی شد که این فرصت از ما گرفته شد، مخصوصا ماهایی که نسل بعد از انقلاب هستیم نتونستیم این روزها رو توی کشور خودمون این دقایق و این لحظه ها رو داشته باشیم و توی مملکت خودمون ما رو بچگی جدا کردن از جنس مخالف و یک جور همه چیز برای ما عجیب و غریب بود، یه باورهایی توی ما تزریق کردن که وقتی که آدم چشم باز میکنه و دنیا رو بهتر میبینه تازه میفهمه که با دروغ بزرگ شده، با یک فرهنگ پایینی بزرگش کردن و محدودش کردن. مخصوصا من به عنوان یه زن توی شاید حالا میدونم که شما سالهای سال از ایران دور بودید، ولی من به چشم محدودیت زنها رو دیدم توی کشورم، توی خیابون، ترس از بیرون اومدن از خونه، ترس از رفتن به محل کار، ترس از محدودیت هایی که یک مرد براش میذاشت، اما اون مرد خودش نمیخواست که بذاره، اون جامعه و اون دولت مجبورش میکرد که این فضا رو برای اون زن ایجاد بکنه. زمانی که شما به خب شما در اون زمان از سنت اصلا نمیرسید که در دوران پیشین در نظام پهلوی زندگی کرده باشی، اما وقتی که به آلبوم های پدر و مادرت نگاه میکردی یا خانواده که 100% خب در عروسی هاشون، در ازدواج هاشون یا کسان بزرگتر در فامیل، خب عروسی به خصوص که فرمودید متعلق هستید به عده شمال، حالا چه مازندرانش چه گیلانش که من سر تا سر ایران رو وجب به وجب به خصوص در اون دوران جوانی و نوجوانی با تیمای ورزشی ما این برمبر میرفتیم و در واقع اکثریت قریب به اتفاق استان ها و شهرها رو رفتم تا اونجا که تونستم. و حال و هوای دیگه ای داره شمال، اصلا مردم شمال خیلی متفاوت تر بودن و کماکان هم هستن نسبت به مردم مرکز، حالا یا تهران حتی یا جنوب ایران. چه سوالی رو مطرح میکردی، چی میگفتی و چه جوابی میشنیدی وقتی که ازشون میپرسیدی آقا شما که خودتون در اون زمان این همه بیهجاب بودین، بزن به رقص بود، عروسیاتون همه موسیقی میآوردید یا مشروبات الکلی سرو میکرد، چه اتفاقی افتاد، چگونه شد که این بلا رو سر ما آورید، جواب چی بود؟ میدونم صدها بار این سوال رو پرسیدید.
والا همیشه یک جمله میشنیدم که میگفتن از سر شکم سیری. اصلا من همیشه وقتی عکس رو میدیدم میگفتم که بچه تک که بودم برام خیلی عجیب بود که این مثلا توی خیابونه که همچین با همچین تیپی میگشتین. بعد میگفتم که چی شد ما رو سری سرمون، چرا ما باید رو سری سرمون میکردیم، شما نباید رو سری سرتون میکردیم. مامانم همیشه میگفت از سر شکم سیری. بعد اتفاقا توی این آلبوم های مادرم یک عکس دیدم که توی یه تظاهراتی بوده یه همچین چیزی بوده، عکس شاه رو بلند کرده بود. من خیلی از این عکس لذت می بردم چون خودم خیلی علاقه من بودم به پادشاهی و این عکس رو زده بودم به دیوار اتاقم. بعد می دیدم که حالا همه خانماتون تو مینوژو پوشیدن و خیلی همصدا هستن و یعنی اون عکس نشون میداد که همه دارن یه دهناشون بازه و خیلی برام جالب بود و به هر حال حسرت می‌خوردم چون که اون لحظه ها نبودم و و همیشه هم میگفتم ای کاشکی من قبل از انقلاب به دنیا میومدم و قبل از انقلابم از دنیا میرفتم. خیلی پاسخت سنگین هست برای کسانی که این روزگار رو به وجود آوردن. یکی از دلایلی که من نسل سوخته رو آوردم روی صفحه تلویزیون همین هست که من سالهای سال از طرف خودم با جامعه صحبت کردم ولی دیدم خب این خوب هست ولی کافی نیست. تعداد افرادی که هم قطار هستن، همه ما به قول معروف در یک قایق نشستیم و به سمت جلو پیش میریم، اونها هم باید به این جمع اضافه بشن و خودشون دختر و پسر بیان صحبت بکنن و این رو بخوان از کسانی که به خصوص هم امروز پاشونو کردن توی کفش، در بسیاری از جاها مخالفت میکنن، در بسیاری از چه درون کشور چه برون مرز، چه با نام اپوزیسیون چه مردم عادی درون کشور، و راه رو باز نمیکنن که واقعا این آزادی به وجود بیاد، جوان ایرانی قدرت رو به دست بگیره که تحصیل کرده است، در خفقان داره زندگی میکنه ولی عاشق به کشورشه. ببینید گیلا جان، نظرت رو راجع به بچه‌هایی که همسن سال خودت بودن، به مدرسه میرفتی باهاشون میومدی، نظر اونها چیست؟ آیا اکثریت قریب به اتفاق نظرشون مثل شماست یا تعداد یا اکثریت قریب به اتفاق با اونهاست، با کسانی که هنوز دوست دارن اسلامی باشن و این حکومت بر بالای سرشون باشه، چگونه است؟ اکثریت این اکثریت که تمام اون کسایی که من توی اون دوران که تازه اومدم، مدت زیاد نیست، توی چه توی ایران و چه توی و چه همینجا در خارج از ایران با هم صحبت میکنیم، همه با من هم نظر هستن و همه افسوس میخورن که چرا اون روزگار تموم شد. ولی من به این معتقدم که ما میتونیم این رو عوضش بکنیم. به قول آقای بختیار که فرمودن اینها یک پرانتزی بیشتر در تاریخ نیستن و ما میتونیم این پرانتز رو خیلی قشنگ و خیلی زود ببندیم، ولی نیاز به یک پایریزی داره. اونم اینه که اولا که حقایق رو بدونیم، از حقایق فرار نکنیم. اینکه فرهنگ ما پایین اومده یه واقعیته، اینکه افکار عمومی و بعضی موقع ها پایین میارن، اونا میخواست ایران و نسل ایران رو بکشن، یه واقعیته. ما اگه این واقعیت ها رو بدونیم و اگه گروهی تشکیل میدیم، اگه حزبی هستیم، به دور از قدرت طلبی، به دور از فکر کردن به منافعمون، بیاییم با هم دیگه متحد بشیم و این شکاف بین نسل ها رو از بین ببریم و دست تو دست هم بدیم. یه شعار نیست، واقعا میتونیم این جمهوری اسلامی رو خیلی راحت بندازیمش پایین و واقعا رو به سوی فردا ببریم. من توی کشور سوئد که نگاه میکنم اینا یه قطره نفت ندارن ولی کشورشون خیلی عالی دارن میبرن جلو و حتی کشورهای دیگه. من یه حسرت بزرگی که اینجا میخورم ایرانیایی که میبینم به مقامهای خیلی بالا میرسن و در رأس کارن و حسرت هم از اینه که چرا اینا از ایران در اومدن که کشورهای دیگه دارن اینقدر خوب رشد میکنن. اینا میتونستن پایه های کشور خود من رو توی کشورم بسازن، از جمله خود من و کسای دیگه. این تلاشی که برای زندگی داریم میکنیم، برای ساختن کشورهای دیگه داریم میکنیم، میتونستیم توی کشور خودمون بکنیم. و خواهش میکنم از اینجا از همه هموطنهای خودم که اگه که بیایم واقعا اولا که منطق رو جایگزین دین بکنیم. ما اول ایرانی هستیم، ما دلیلی نداره که با دین خودمون رو به کشورهای دیگه نشون بدیم. ما کسایی که از کشور خارج میشن طبعا
و وطنشون رو همشون هم دوست دارن، از صبح پای خبرها میشینن، جز خبرهای اعدام و زندانی و خبرهای بد چیز دیگه ای نمیشنن. و ما آرزو میکنیم که یه روز دوباره وقتی که این خبرها رو میخونیم با خوشحالی از جامون بپریم و خبرهای خوش بشنویم. شاید خیلی مربوط نباشه، ولی من ستایش میکنم آقای اصغر فرهادی رو که باعث شدم که اینجا وقتی به یکی میگی ایرانی فوری میگه استپریشن اصغر فرهادی، دیگه نمیگن احمدی نژاد. این باعث افتخار منه که وقتی از کشورم یه خبر خوش به دنیا میرسه، یه خبر پیشرفت به دنیا میرسه. حتی این برنامه های المپیک هم که دیدم شنیدم، یکی از عزیزان مدال برنز گرفتیم و یکی هم طلا، خیلی افتخار کردم. خبراش رو از دور شنیدم و توی خبرهای اینجا هم پخش میشد، باعث افتخار منه. ما میتونیم این افتخارات خودمون از توی کشورمون داشته باشیم. اینا به خدا شعار نیست. ما میتونیم منطق و آینده نگریمون رو جایگزین دین بکنیم. اصلا دلیل نداره که ما بخوایم سراغ دین بریم یا ازش بترسیم. اینا یه حربه بوده که میخواستن ما رو بکشن پایین تا جیبهای خودشون رو پر کنن، خودشون رو به قدرت برسونن. ولی ما میتونیم. این به خاطر اینکه ایرانی یک استعدادی داره که واقعا اگه بخواد یه زنجیر بشه، این زنجیر اصلا پاره شدنی نیست. من معتقدم که واقعا فارغ از هر زنده باد و مرده باد، سر به راه مملکت باید نهاد. یعنی که وطنمون رو دوست داشته باشیم به خاطر اینکه توش به دنیا آمدیم، به خاطر اینکه ما تاریخمون شاهنشاهی بوده. این پرانتز رو ببندیم و دوباره برگردیم به همون دوران. البته اون دوران بی نقص نبوده، ولی میتونیم اون دوران رو به صورت بدون نقص تا حد اکثر امکان ببریمش جلو، به جاهای بالا برسیم. این واقعا یک شعار نیست. گیلا جان، زمانی که این حکومت اومد، اولین قشری رو که نابود کرد 50% از جامعه ایرانی بود با دست خودش. بله. مردان و زنان کج و کوله‌ای رو به خیابون‌ها آورد و یک عده حزب اللهی که از قبل نقشه و طرح رو ریخته بودن که با چاقو و قمه و اسید و زنجیر و چوب و چماق بریزید بر سر مردمی که یا بانوانی که بی‌حجابن. اومدن تو خیابون گفتن یا روسری یا توسری و بخشنامه کردن. ری شهری بخشنامه کرد به صورت مشخص در ارتش. اولم ارتش رو نشونه گرفتند در رابطه با 50% از نیرویی که در جامعه هست. ری شهری نامه داد، بخشنامه کرد به ارتش که از فردا صبح بدون اینکه رئیس ستاد ارتش در نظر داشته باشه و باهاش صحبت بشه، بدون اینکه در سه نیروی متفاوت، یعنی نیروی دریایی، هوایی، زمینی، شهربانی، نیروهای انتظامی مورد بررسی قرار بگیره، یک نفر به دستور، یعنی به عنوان نماینده امام که بهش میگفتن، وارد ارتش شد و همون روز هم در روزنامه به چاپ رسید. به این صورت بود. من کوتاه مختصر بگم که از فردا صبح، یعنی امروز که ایهان فرض بگیرید با اطلاع چاپ کرده، میخوام شما رو در جریان آنچه که اتفاق افتاد و بسیاری از این نسل سوخته نبودن آگاهتون بکنم. ما چرا امروز اینجوری گرفتاریم؟ این واقعیاتی است که به شما نمیگن. چه کسانی؟ همون کسانی که به قولشون انقلاب کردن. ما حکومت 2500 سال استبدادی رو میگن ما زدیم زمین، ولی ببینید چه کار کردن. بخشنامه کرد که فردا صبح بانوان با حجاب اسلامی سر کار میآیند، در غیر این صورت یا بازداشت میشن یا به مقامات تحویل داده میشن یا از کار اخراج میشن. این اولین حرکتی بود که از پیش تعیین شده برای اینکه بتونن ستون فقرات دو قسمت از جامعه رو بشکنن. یک، بانوان ایرانی در ارتش که ما نخبگانی هم داشتیم و بسیار فعالین زن ایرانی در اون ارتش بودن، کار میکردن، هم از کسانی که در سه نیرو بودن، حالا به چه قسمت‌هایی تقسیم می‌شدن بماند، و از قسمت دیگه شکستن اتوریته در اون ارتش بود. این دو نیرو رو با یک بیانیه به همین کوچکی با یک خط زدنش زمین. هم ارتش رو ساقط کردن، زنان رو از مردان جدا کردن و بعد اول با حجاب اسلامی و بعد یک به یک اخراج، بازخرید و بازداشت و در نهایت در واقع خروج از مملکت. این روزگار رو بر ما به وجود آوردن. ما بچه بودیم، ما اصلا در این داستان ها حضور نداشتیم. بزرگترها بودن، چه کسانی که اعتقاد به اینها داشتن چه دهی که اعتقاد نداشتن، اما سکوت محض شد. من
در طی تمام این 33 سال که چه قسمتی رو درون حکومت اسلامی زندگی کردم و الان نزدیک 23-24 سال است که در خارج از کشور هستم، آفرین میگم به زن و دختر ایرانی که تونسته با تمام این جنایت هایی که علیه زن ایرانی و دختر ایرانی شده بیسته، با آرایشش، با انداختن موهاش به بیرون، چرا که مردا سکوت کردن. در قسمتی اول آقایون اومدن با نام درود بر مصدق، نمیدونم سلام بر خمینی، یا برعکس تو سر زن ایرانی زدن به اسم اینکه آقا ما میخوایم انقلاب بکنیم، ما انقلاب کردیم، ما مردم مسلمون هستیم و اسلام باید قانون بشه و این طبق این قانون ما باید جلوی همه رو میگیریم که بخوان خلاف بکنن. یعنی آزادی حجاب رو، پوشش رو، زیبایی رو اسمش رو گذاشتن فحشا، بیناموسی و فاحشه‌گری. یعنی به صورت مشخص گفتن اگر هر زنی و یا دختری بی حجاب هست فاحشه است از دیدگاه اسلام و مسلمی. مردها سکوت، مردها کراوات ها رو در آوردن، ریش های توپی گذاشتن تا اونجا که میتونستن به خاطر در آوردن پول و فروش فرهنگ ایرانی زبونشون رو بستن، پیرن های چرکین و کثیف پوشیدن که واقعا از بغل هر کدومشون رد میشدی خفه میشدی از بوی عرق. این فرهنگی بود که جایگزین کردن به خاطر اینکه تو رو سر کار نگهت دارن، یعنی مرد ایرانی رو. خب مرد کراواتش هم باز کرد، کچلوارش هم از تنش در آوردن، زدن تو سرش، اونم شروع کرد زدن تو سر کسانی که از لحاظ جسمی ضعیفتر بودن درون جامعه. ولی باید آفرین فرستاد به بانوان، به دوشیزگان، به دختران زیبایی نظیر شما ایرانی که تونستید مقاومت بکنید، تونستید شهامت از خودتون به خرج بدید و دمار از روزگار حکومت اسلامی در آوردید، دمار از آخوندیز و خمینیز در آوردید و اسلامیست ها. و من مطمئن هستم که اگر جامعه فردای ایران بر پایه شماها زنان و دختران ایرانی استوار بشه، شماها هستید که درس زندگی به نسل‌های بعدی خواهید داد و مردها رو سر جاشون خواهید نشون. میتونید از این دورانی که صحبت کردم، در دورانی هم که شما زندگی کردید درون کشور، از نقطه نظر اجتماعی و از نقطه نظر دید خودت درون جامعه، وقتی که یک مردی باهات برخورد میکرد، توهین میکرد یا تفتیشت میکرد عقایدت رو، یا فحش میداد، ناسزا بهت میگفت یا به توهین میکرد، این فضا رو بتونی توضیح بدی برای ما به چه صورته؟ و بعد نگاه خودت رو نسبت به کسانی که این روزگار رو بر ما به وجود آوردن و بهشون دوست داری پیامی بدی، ای کسانی که این روزگار رو بر ما به وجود آوردی، که شما چی کشیدید و هم امروز دختر ایرانی چی داره میکشه درون کشور؟ من از طرف خودم و تمام هم نسلای خودم با اجازهشون میگم، ما نسلای گذشتمون که نسل قبلمون که به قول شما این بلا رو سر ما آوردم و میبخشیم، حالا از سر هر چیزی که بوده گول خوردن و خودشون هم نمیخواستن و همشون هم پشیمونن، ما اونا رو میبخشیم و میخوایم کشورمون رو برگردونیم به نه دوران قبل، میخوایم کشورمون رو برگردونیم، هویت ایرانیمون رو برگردونیم و از شما میخوایم که دستتون رو به دست ما بدید. ما میدونیم، دیدید آقای شمیرانی، من دوران همین انتخابات ایران بودم، حالا من کاری ندارم که اون دوران اون ماجرای جنبش سبز و یک توته بیشتر نمیدونم، ولی اون اتحاد مردم اینقدر شیرین بود که اصلا فاصله مکانی بین هموطنهای ما داخل ایران و خارج ایران اصلا وجود نداشت. وقتی که میشنیدیم که ایرانی ها خارج هم پشتیبانن، ما میریختیم بیرون و احساس میکردیم همه دنیا شده ایرانی، خیلی لذت بخش بود. و درسته که تموم شد، ولی و هدف مردم ایران این نبود که بخوان شخص خاصی از خود همون مملکت رو بیان جاش بذارن، انگار کینه هاشون رو داشتن میریختن بیرون. من از نسل قبلم خواهش میکنم که پشت ما باشن، از هیچی نترسن و به قدرت ما ایمان داشته باشن، چه در خارج از کشور، چه در داخل از کشور، در داخل کشور. همه وقتی که بخوایم، به نظر من همدلی از همزبونی بهتره،
بیایم با هم همدل بشیم و واقعا هدفمون پیشرفت ایران باشه، اون برگردوندن هویتمون، اون ارزش ایرانی بودنمون و پرچممون، این برای من خیلی مهمتره. و دیگه فکر میکنم فکر کردم به گذشته ها فایده ای نداره، نسل قبل یک اشتباهی کردن که خودشون هم پشیمونن، ولی الان دیگه تکرار اشتباهات چاره نیست، باید به فکر راه حل باشیم. اینکه واقعا بیایم اگه وطن میگیم واقعا براش حرکت، هر یه قدمی برای وطن برداشتن خودش یه جور اتحاد به وجود میاره. که البته خیلی خوشحالم که الان، البته خوشحال نیستم، یادی بکنم از فریدون فرخزاد که دیروزم سالگردشون بوده، که ایشون هم یک گام از نسل خودش یک گام بلندتر برمی داشت، بیشتر از دوره خودش فکر میکرد و همون موقع منتقدین زیادی داشت. ما فریدون فرخزاد زیاد داریم توی بین خودمون، کسایی که بیشتر از نسل خودشون حتی فکر میکنن، خیلی جلوتر از خودشون گام برمیدارن. ما اینها رو باید پیدا بکنیم و باهاشون یک زنجیری رو تشکیل بدیم که بتونیم یه حرکت به سمت جلو ببریم. ای کاش این آرزوست، فقط میگم هیچ موقع نمیشه به عقب برگشت، ولی ای کاش این روزگار تلویزیون هایی بود، رسانه هایی بود، در اون دوران بچه ها میمدن صحبت میکردن، مردم عادی میمدن صحبت میکردن، نظریاتشون رو میدادن، جامعه خیلی خیلی معتدلتر حرکت میکرد و اصلا به اینجا کشیده نمیشد. گیلا جان، اگر صحبتی، حرفی، سخنی هست در آخرین دقایق با جامعه بفرمایید بزنید، نظریات خودتون رو بیشتر یا پیامتون رو به اپوزیسیون، به مردم عادی، برون مرز و یا درون مرز بفرمایید، من سرپا گوشم، یا به هم نسل‌های خودت، دوشیزگان، بانوان یا آقایونی که شاید پاشون هم کردن توی کفش، میگن مرغ شاید شیشت خالده، بفرمایید. سخن بیشتر ندارم، فقط باز هم به همه هموطنای خودم، چه در هر حزب و چه در هر گروهی که هستن، خواهش میکنم که بیایم همه با هم به ایران فکر کنیم. هیچ چیزی به ما تحمیلی نمیتونه باشه، ما هیچ چیزی نباید بپذیریم که به ما تحمیل بشه. دین اختیاریه، دین یه چیز شخصیه، مال توی خونه هر کسی که اگه داره برای خودش داره، اگرم نداره هیچ اشکالی نداره. بیایم دموکراسی رو از توی خونه خودمون شروع کنیم و از شعار دادن، واقعا از شعار دادن بپرهیزیم و در عمل اتحاد داشته باشیم. این آخرین حرف من. گیلا جان، از شما بسیار سپاسگزارم. از طرف من درود برسون به خانواده، به دوستان و هموطنان در اونجا و امید تنی سالم برای شما دارم و همچنین کسانی که در ایران هستند و در بند هستند و همچنین شما که در بند دیگری هستید در اروپا. متشکرم ازتون که این فرصت در اختیار من قرار دادین که بتونم درد دلی بکنم با هموطنهای خودم. خواهش میکنم، از شما بسیار 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 سپاسگزارم و امید دارم که بتونیم بازم جلسه دیگه ای رو در کنار شما، یک جلسه واقعا میخوام بگذارم تمام دختران ایرانی رو و بانوان ایرانی رو که تا به امروز در این برنامه جمع شدن در یک برنامه داشته باشم و اون موقع پیام های متفاوتی بدم. برنامه های متفاوتی دارم، اگر عمری باقی باشه بیشتر در خدمت شما هستم. حتما، خوشحال میشی. زنده باشید، از شما بسیار سپاسگزارم. متشکرم. پاینده باد ایران. زنده باشید، پاینده ایران. آفرین، واقعا نه روسری نه توسری. یادتون باشه هم بر سر اون زنان و بانوان چه بلایی آوردید، هم بر سر این عزیزان. خب میریم به قسمت دیگه ای از برنامه. در اتاق فرمان اگر دارند این قسمت رو، من متاسفم که این خبر رو باید براتون بخونم، ولی امیدوارم که برای هیچ خانواده ای پیش نیاد. بله، من فقط براتون میخونم. حیفا محمد علی، زن پناهجوی ایرانی که روز دوشنبه دختر 10 ساله وی توسط همسرش به قتل رسید، در مصاحبه با روز گفت که اگر پلیس تعلل نمی کرد دختر او اکنون زنده بود.
او گفت که اکنون تنها خواستش این است که جنازه دخترش را به او بدهند تا با آن به ایران بازگردد و یا به کشور امنی منتقل شود. او به هیچ عنوان حاضر نیست دخترش را در ترکیه به خاک بسپارد. روز دوشنبه فرناز دختر 10 ساله ایرانی توسط پدرش به قتل رسید. فیروز ب پدر این کودک 10 ساله پس از قتل وی اقدام به خودزنی کرد و پلیس